صبح بخیر. مسئولیت خونه واقعا کار سختیه. خیلی استرس میگیرم بابت غذا. خودم شبیه خاله بازیه برام، مثلا اینجوریام که اینو درست کنم اون درست کنم، مثلا اولشه کافی هفته دیگه مامانم نباشه که صدام در بیاد. الان ساعت 2:30 میخوام باش بدم سری نهار بخوریم. هنوز خیلی چربی دارم واسه اینکه بگم پک مک دارم، چون که خب مثلا خیلی وقت نیست که دارم ورزش میکنم، شاید مثلا 9 ماه باشه. اما یک ذره بگین آره یه کوچولو زور بزنم یه چیزی اینجا هست نیست. امروز آبجی دوستم و میخوام ببرم باشگاه ثبت نام کنم. بعد من خب خیلی مشکل دارم برای رفتن به باشگاه، یعنی منظورم اینه که ماشین و اینا خیلی سختیم میاد، همیشه دیرم میشه، همیشه آخرین نفرم، نصف وارم اپ همو انجام میدم. دوستم گفتش که مثلا میایم دنبالت. بعد نیلوفر از اونجایی که همیشه با همه تعارف داره خیلی گفتم که نه 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 اینا، و گفت نه حالا دیگه حالا امروز رو میایم. مثلا آخه من قبلش هم بهشون گفتم که مثلا اینجوری نباشه که بیاین دوباره، هم برای خودشون سخت میشه، دوستام میاد باشگاه راحت باشه، پروسه باشگاه رفتنش خیلی سخت نباشه. بعد ایه برم واسه خودم گفتم، چون من اگه باشگاه رفتنم وابسته به نفر باشه ممکنه تو ناخودآگاه هم این بره، بعد نتونم مثلا الان کلا کار رو مستقل تر میتونم انجام بدم، اینکه واسه این بوده. خب و امروز گفتم که اوکی دیگه اینا میاد دنبالم و من زود میرسم. بعد گفتش که میام دوباره. من مثل همیشه تیپیکال نیلوفر با نزدیکترین آدم های زندگیش هم تعارف داره. نه 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 دنبالم و هایی میگفت نه با میایم دیگه. نه 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 تو خدا نه این دنبالم دیرتون میشه. و گفت حالا باشه ببینم چی میشه. با من اینجور شده بسی خودت تعارف میکنی. البته خب دارم میگم عادتم نشه و عادت اونا هم نشه، واسه خودشون که بهتره که هر دفعه نیان دنبالم میکنی من چه آدم خوبیم به همه چی فکر کنم. قبل باشگاه کراتین یه برندی هست به اسم ملانچ، اینه خب فکر کنم ایرانیه. اینا خیلی عمرین دهن سرویس، واقعا چیز خوبیه. یعنی من دو تا لگ دارم ازش، چیز خفنیه. این کاوره خیلی وقت پیشه ولی هنوز مثلا سالم و ایناست. این کاور است خیلی باحاله، خوشم میاد ازش. کلاه هم داره، به خاطر کلاهش ازش خوشم میاد. امکانش هست مثلا بعد باشگاه برم جایی برای اینکه وی هم همراه هم باشه، مثلا این وی هم رو توی یه چیزی میریزم، قبلا تو پلاستیک الان توی یه جعبه قرص نمیدونم چیه، هر چی که هست خالیه توی این میریزم. دوستم زنگ زد گفت میاد دنبالم. کافئین قبل تمرین خیلی مهمه. اومدم. باشگاه ویدیو نگرفتم چون واقعا تمرینم اینجوری بود نمیتونستم اصلا، حتی وقت نشم دور بیفتیم. همین امروز یعنی همین دیروز یه ویدیو گذاشتم از بابت اینکه من به دوست احتیاجی ندارم. من میخوام تنها باشم. بعد همین امروز بعد از اینکه از باشگاه داشتم برمیگشتم، بعد از اینکه رفتیم یه چیزی خوردیم و داشتم برمیگشتم، اینجوری بودم که من نمیخوام برگردم خونه، خیلی همش توی خونم. فکر اینم که چرا لپتاپم روشن نمیشه، بسم الله، بدون کار پاره وقت پیدا کنم. چند وقت پیش برای کار اقدام کردم مثلا جاهای مختلف، اما سیستماشون این شکلی بود که قرارداد می‌بسته، قرارداد یه ساله. بعد من خیلی برنامه مشخص نیست، یعنی یه سری هدف دارم که باید انجام بدم، یک سال قرارداد یک ساله برام خیلی زیاد بود. حالا مثلا 4 ماه فصلی بود اگه، یا 6 ماه هم باز اوکی بود، اما قرارداد یه ساله برای من زیاده. حالا میخوام برم توی سایت فنی حرفه‌ای. من قبلا دورهای کلاس عکاسی رفتم خیلی، اما خب مدرک فنی حرفه‌ای ندارم. میخوام برم
ثبت نام کنم واسه امتحانش، ببینم مثلا بدون کلاس میتونم امتحانش رو ثبت نام کنم که برم فقط امتحان بدم مدرکش رو بگیرم چون نیازم میشه. برای رشته‌ای که مثلا میخواین کلاس برین فقط امتحان بدین مدرکش رو بگیرین، باید اینجا بزنین ثبت نام آزمون ادواری فن حرفه، اینو از دوستم سایت براتون باز میشه، بعد سرچ رو که میزنید اینجا استان و این داستان رو انتخاب میکنید. بندرعباس خدمات ما میزنیم چون میخوایم عکاس بریم. بعد اینجا میبینید که واسه بندر عکاسی نداره، فقط میتونید این آزمونا رو به صورت اینکه کلاس نرید چیز کنم. واسه من مجبورم برم توی یه آموزشگاه ثبت نام کنم که به هم مدرک فنی حرفه برم امتحان بدم مدرک بدم. من دیگه خیلی حسنم سر رفته بود، تصمیم گرفتم به جای اینکه بشینم نهار فردا رو درست کنم، اسپاگتی با گوشت قلقلی درست کنم، گوشتش رو امروز میپزم. این گوشت چرخ کرده، پیاز رنده شده و توش میریزیم یه دونه، سیر رنده شده، تخم مرغ یه دونه. بذاریم بتونشون بدم. آرد سوخاری 3 تا قاشق، یکی بذارین شماره یه جوری بذارم که ببینید. من داشتم ادیت میکردم متوجه شدم اون قسمتی که ادویه میریزم، فلفل و نمک و آدیشن و این داستانا، ریکورد نکردم. داستم این بقیهش رو میبینید. بعد همه این مواد رو با هم ورز میدین. حالا میرسیم به جذاب ترین قسمتش، اینو دیگه بعد با دست انجام بدم و قلقلیشون کنیم اندازه یه گردو. اینقدری شم به مسئله تعریف کردن از آدما فکر میکردم. خودم مثلا خیلی این مدلی هم که کسی ازم تعریف کنه استرسی میشم، مثلا خوشم نمیاد خیلی ازم تعریف کنن. به این پوش دادن و انگیزه دادن یه چیز دیگه است، اما تعریف کردن یه مدل دیگه است. من خیلی با تعریف ای خودی مشکل دارم، خیلی میتونه به شخصیت آدما آسیب بزنم. خب فکر میکنی داری لطف میکنی، خب بعد هی تعریف اشتباه یه نفر میکنی، حالا جهت کنی، خب این باعث میشه اون آدم فکر کنه دیگه مثلا تموم شده و نیاز نیست تلاش کنی، تو به شخصیتش آسیب زدی، همین که دوچار اعتماد به نفس کاذب میشه. خیلی ها دیدی مثلا تو این فازن که خیلی خود رأین، صاحب نظرن، خیلی به جایی یه نفر داشت تعریف اضافه کرده، واسه همین خیلی حواسمون باید باشه. اگه میخوای پوشش کنی مثلا بهش بگی تو میتونی ادامه بده، این خیلی فرق داره تا اینکه بگی تو بهترینی. بهتر از تو نیست، عاقل و بالغ تر از تو دیگه وجود نداره. نه دیگه خیلی خفنی بابا، اصلا فلانی به پای تو نمیرسه، این خیلی بده. قشنگ دارم شبیه کسی هستم سبزی پای میکنم غیبت میکنم. قشنگ کاراکتر اون آدمایی که خیلی بی خودی ازشون تعریف شده یا نابجا، اینجوری بهتر بگم نابجا ازشون تعریف شده، مشخصه کاملا آدم خفن توی حوزه خودشون. میبینن این فلانی اصلا کارش خوب نیست بابا، آشغال جالبه کلا رو مخمه. حالا این قشنگ تره، یا این که مثلا تو یه عکاس، عکاسو مثلا میذارم چون امروز راجع به عکاس صحبت کردیم، به یه عکاس کار یه نفر رو نشون بدی، خب بگی نظرت چیه. مثلا این آدم خیلی معروف شده، مثلا آقا 100K فالوور داره، بیا کاراشو ببین، ریاکشنش وقتی این شکلی باشه که عکساشو نگاه کنه بگه آره اینجا اشتباه کرده اما اینش خوبه، این خیلی ریاکشن قشنگ تریه، یعنی تا اینکه هیت بده این خیلی ریاکشن حرفه‌ای تریه. من خودم رو دیس میکنم حقیقتا که کار درستی هم نیست، مثلا میشینم به خودم هیت میدم جلو بقیه که یه وقت کسی فکر نکنه من خیلی اعتماد به نفسم زیاده، نمیدونم چرا این کار میکنم، چون انقدر از این موضوع بدم میاد تا جایی که از هر طریقی پیش میرم که فراری بدم خودم رو از این شخصیت. میدونی چی میگم؟ عمرن اگه فهمیده باشین چی میگم. از این حالا اینا رو میرم سرخشون میکنم، بعد از اینکه سرخ شدن توی روب گوجه با آب میذارم قشنگ بپزه یه چند دقیقه، قشنگ قل بخوره دیگه. نتیجه نهایی رو الان میبینید، ببینید نیلوفر چه کرده، زیبا نیست؟